چه اتفاقی از دختری که عروسک بازی می کرد، از زنی که برای بارداریش لحظه شماری می کرد، از مادری که نگران حال بچه‌ای توی شکمش بود و حتی قرص های آهنش رو نمی خورد که مبادا به بچهش آسیبی برسه، یه قاتل می سازه، اونم یه مادر قاتل که جون جفت بچه هاشو می گیره. مینا برام میگی کجا به دنیا اومدی؟ اولین تصویرهایی که بچه گیدی؟ تهران به دنیا اومدم، متولد 62 هستم. بعد مادرم اصلا یادم نیست. تو چه محله؟ شریعتی پلیچوبی. میدون فردوس کجاست؟ همونجا. فقط با زن پدرم زندگی میکردم و مادر بزرگم اینا هم بودن. مادر پدرت؟ بله، خونه پدری بود. توی اون دنیای بچه گونت خاله بازی هم میکردی؟ خاله بازی زیاد میکردم. با کیا؟ با خودم، با عروسک ها. دوستی نداشتی؟ نه، تنها بود. تنها بازی. بعد برای عروسک ها مادر میشدی؟ آره دیگه، بچه داری. اسمم میذاشتی برشون؟ نه، اسم بر بچه ها انتخاب میکرد. مدرسه هر کدوم کلاس هم هر کلاس رو دو سال رفتم. کلاس اول 2 سال رفتم، کلاس دوم 2 سال رفتم. چرا؟ نمی کشید، کشش نداشت. به چی؟ حواست پرت بود یا درس ها برات سخت بود؟ برام جا نمی افتاد، مخصوصا ریاضی، دیکتم ضعیف بود. پدر دعوت هم می کرد سر درس؟ بله. خانواده شما تقریبا 7-8 نفری بود؟ نه نفر. تو توی اون شلوغی 9 نفری جایی برای خودت داشتی؟ خلوتی؟ نه، بیشتر تو جمع بودم، با خانواده بودم. بچه شلوغی بودی؟ بچه پرشر و شور بودم، ولی از اینکه دیگه روز به روز مادرم رو نمیدیدم و سنی ازم میگذشت، ناراحت و افسرده تر میشدم. تا دوم راهنمایی درسم رو خوندم، گفتم که نمیتونم چون پروتز گذاشتم برای چشمم. چشمم چی شد؟ چشمم مثل خاله ناتنی با توپ شوت کرد، خورد تو چشم. پلاستیکی؟ توپ فوتبال. شوت کرد، زد تو چشم، چشم ترکید. یادته؟ بله. چند ساله بود؟ اون موقع یازده دوازده سال داشتم. خب بعد چند سال همون که دوم راهنمایی بودم گفتن که چشات رو جراحی کنیم. چشم رو جراحی کردم، تخلیه کردم، پروتز گذاشتم. بعد برات سخت نبود 12 سالگی مثلا یک چشمت از بین؟ همون دیگه، فشار روحی خیلی من داشتم. از یه طرف داشتم غم بیمادریمو میخوردم، یه طرف هم چشم پروتز گذاشتم و اینا. برام سخت. دوستات اذیتت نمیکردن؟ خاطر چشم اصلا دوستی به اون صورت نداشتم، فقط دوست داشتم که کمک حال درسیم بود، مثلا زبان انگلیسی رو به هم یاد میداد، باشم رفت آمد داشتم. توی اون سالا عاشقم میشدی؟ دختره دیگه، جوانیه دیگه. من والا بازیگوشی آره داشتم. سر همسایه بود؟ بله. خب رویاها چی بود که باش ازدواج کنی بچه داشتی؟ نه، گذری. در حدی که میدیدی خوشت میام؟ در حد همون لحظه ای که مثلا بازی داریم میکنی. چه اتفاقی افتاد که ازدواج کردی؟ اصلا چرا ازدواج کردی؟ باید نه، 22 سال هم شده بود دیگه. دیپلم گرفتی؟ نه، دیپلم رو نگرفتم، من اصلا سیکلم ندارم. ول کردی درس؟ درس رو کلن ول کردم. بعد چه کار میکردی؟ بعد جراحی که پروتز هم عمل کردن استراحت میکردم تو خونه، کار خونه رو انجام میدم، خونه دار بودم، غذا بپز، مهمونیت پذیرایی کن، خونه رو جمع جور کن. بعد تولیدی پدرم میرفتم سرنخ میزدم، سلفون میکردم، بسته‌بندی میکردم، کار پدرم رو نصف روز انجام میدادم، بعد میرفتم کار خودم و کار شخصی خودم رو انجام میدادم. میگذشت روزا؟ روزا میگذشت. پدر بهت حقوق هم میداد؟ نه، همجوری میرفتی کمکش؟ فقط من میگفتش که لباسشون که مهیاست، خودشون خودش تولیدی دار، میگفت لباسشون که مهیاست و یک کیف و کفش و روسری و اینا پولشون میداد. مثلا میگفت فرید بخرید، من پول نمیدم دستتون که بخواید تو راه یه وقتی خلاف
خلافه. یعنی در واقع پدرت خیلی هم مواظب بوده. بله 22 سالم شدش. بعد با این آبایی که الان شوهرم باشن طلاقم نگرفتیم، گفتن که خودشون گفتن، گفتم پدرم اجازه نمیده من دوست باشم بیشتر از این. کجا با هم دوست شدی؟ اولین بار کجا دیدی؟ شهرستان آثار رفته بود سفر. بندر آثار. بله بندر آثار با آشنا شدم، گفت شماره من به زنگ بزن با صحبت کن. گفتم من خانوادم یه جوری هستن که اصلا اجازه نمیدن با دخترم صحبت بکنم، چه برسه حالا با پسر. گفت پس اینجوریه باید بیاییم خواستگاری. گفتم که خودتون میدونی. بعد اومدن خواستگاری، اومدن خواستگاری گفتن که سر ماه نشده یه نامزدی بگیریم یه بله برون بکنیم که حلقه رو بندازم دستش. مشکلی با چشمت نداشت؟ اصلا هیچی. خانواده‌ش هم؟ خانواده‌ش هم هیچی به این نگفتم. پسر عاشقت شده بود؟ یه جورایی میشه گفت اونجوری بودی. حالا نمیدونم، حالا هوای جوانی دیگه، الان من وقتی به اون موقع فکر میکنم میگم چقدر ما پرت بودیم، پرت بودیم. ولی دیگه ازدواج رو کردیم، عروسی هم گرفتیم. و مهره چقدر بود؟ تاریخ تولدم 1362. داشت انقدر بده؟ خرج خونه رو میخواستم بازور میده. شغلش چی بود؟ آبرون تو گمرک آستارا کار. اصلا مال آستارا بوده؟ بعد ازدواج کردین تهران بودی یا آستارا؟ آستارا. در واقع تو دورم شده؟ منو برد. بله منو برد شهرستان. بعد مسافرت هایی طولانی مدت داشت، من خانوادم دور بودم، باردار بودم، قصه دو برابر میخوردم شدت. میگم که مثلا اون جای گزینه مثلا مادر رو وقتی میدیدم خالیه احساس میکردم، پدرم احساس میکردم، با همسایه‌ام ماشاءالله که بندر آثار همه ترک. هیچ کسی رو نداشتی باش حرف بزن؟ آره. اینم میرفته ماموریت، تو تنها بودی؟ بله. تو خودت میخواستی بچه داشتی؟ دوست داشتی؟ آره من از بچه خوشم میومد. بعد میخواستی مثلا جای همون مادر نداشتت باشی واسه این بچه؟ آفرین. بعد موقعی که بچه توی شکمت بود تصور میکردی به دنیا بیاد اینجوری میکنم، اینو براش میخرم، این کارو میخرم؟ تمام این رویا پردازی ها دقیقا. خب تا اینکه بچه به دنیا، بچه هم به دنیا اومد ولی پدرم فوت کرد. همون موقع سر شکم دومه، سر شکم دومم از این بر بچه شیرخواره داشتم، از یه طرف هم باردار بودم، شنیدم پدرم فوت کرده، یه ضربه خوردم، یه ضربه روحی واقعا شدید خوردم. پشتم خالی شد. همسرت نمیگفتی الان حالم بده مثلا اینجوری هم پدرم فوت کرده؟ پشتم خالی. نه 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 اصلا به شوهرم نمیگفتم. یعنی من ازش توقع اینو داشتم که درک بکنه منو، درکم کنه، خودش بفهمه، بگه مینا من حالیمه که تو الان پدر فوت کرده، جای خالی پدرتو برای بگه. این کارا رو نمی کرد که میرفت مسافرت های طولانی مدت، میرفت ساعت 3:30 شب میامد خونه، من مونده بودم با دو تا بچه تو خونه. از کجا فهمیدی که حالت دیگه مثل قبل نیست؟ یعنی یه خورده افسرده بودم به هم. چجوری؟ خیلی بد. اصلا مغزم فتوا به ایچی نمیداد، اصلا مخچم نمیکشی، قرص و دارو هم نمیخوردی، دکترم نمیرفت؟ قرص هم نمیخورد. قرص چرا؟ دکترم بود. خب دکتر روان پزشک رفتم، قرص هم به هم دادن، استفاده نمیکنم قرص ها رو، چون میگفتن باردارم تاثیر میذاره، تاثیر میذاره. قرص هم اصلا استفاده نمیکردم، من بگم یه کارتون اینقدری حداقل قرص منجم کرده بودم. حتی میگفتن واسه خونته، آهن خونت پایینه، نمیدونم این کمه اون کمه که به بچه ضرری نرسه، قرصای کلسیم آوره، هیچ کدومو نمیخوردم، میگفتم بگی یه دونه. چرا؟ دلم نمیومد بخورم که بچه آسیب نبینه. بعد بچه اول پسر بود یا دختر؟ هر دو دختر. تینا آرام. آرام؟ آرام. بعد آرام که به دنیا آمد چی شد؟ آرام به دنیا آمد، میگم دیگه اصلا از خود بی خود بودم، حالا خیلی بد بود، نمیتونستم جمعشون کنم. چیکار میکردی؟ هم که به بچه شیر بدم، توشکشو مرتب عوض کنم، باید تو سنی پا گذاشته بود که بعد شیر میگرفتمش، بهش غذا بدم، برسم،
نمیتونستم کششش رو نداشتم. هیچ که هم نبود کمکت کنه؟ هیچ کس هم نبود. همسایت گفتی اینا رو؟ نه نه گفت. هیچ وقت؟ نه. و اونم نمیفهمید چون ایشون خیلی چیز کردن، فشار روحی به من وارد میکردن. چجوری؟ یه بار اومدن کتکم زدن، دست به زن داشتن. سر چی؟ با اینکه باردار بودم، از مسافرت اومده بود، گفتم غذا چی میخوری؟ باید غذا چی درست کنم؟ روغن ورزش پاشید رو. چرا؟ ازش نپرسید. چیزی میزد؟ مصرف میکرد؟ ازش اصلا چیزش اطلاع نداشت. بی دلیل روغن ورزش؟ سیگار و مشروبش رو ولی میدونستم. مشروب مجلس خانوادگی خودشون بود، مثلا سالگرد ازدواج خواهرش بود، منو بود دعوت کردم با شوهرم، منتها شوهرم سر کار خودش بود نمی اومد. مهمونی خانوادگی رو نمی اومد. براش نامه می نوشتم، براش نامه می نوشتم، یه چیز می نوشتم می زاشتم رو جلوی آینه یا می زاشتم جلوی در که ببینه، مثلا بگم خونه فرخونده هستم. تا اینکه بیماری اوج گرفت؟ بله. و بعد چی شد؟ بچه همون بعدش هم کشتم.